اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دوستان گرامی، برادران و خواهران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. باید که دیگر از سلسله برنامه های اعجاز علمی در فصل دوم آن در محضر شما گرامیان قرار دارم. موضوعی را که برای این حلقه از سلسله برنامه های اعجاز در نظر گرفتم مربوط می شود به شهادت زن یا گواهی زن در قضایا و در امور اجتماعی و مربوط به دیگران. هرچند پیرامون شهادت زن در سلسله جلسات و یا حلقات اعجاز در گذشته هم در یکی دو مورد سخن به میان آمده است، لکن این موضوع است که همیشه مورد بحث و مناقشه قرار دارد و این شبهه که اسلام به قضیه زن و مرد و بحث جنسیت نگاه دوگانه دارد، این شبهه همیشه از طرف کسانی که یا مغرضند و یا اینکه ساده اندیشن و تعمق در امور ندارند و قضاوت و داوری اونها از روی بحث و تحقیق و پژوهش نیست، این شبه همیشه مطرح شده و مطرح میشه. البته با استدلال و استناد به یکی از آیات کریمه قرآن کریم و دقیقا آیه کریمه 282 از سوره مبارکه بقره که خدای عز و جل می فرماید فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. الله متعال در سیاق مربوط امور مالی در آیه‌ای که طولانی ترین آیه قرآن کریم هست، در بخشی از او می فرماید که در اگر در آن قضیه مربوط مداینه یا مربوط تبادل و تعامل مالی دو تا مرد موجود نبودن، شما می توانید از شهادت یک مرد و دو زن از اون گواهانی که مورد پسند شما هست می توانید بهره بگیرید. و بعد الله متعال در توجیه این که چرا دو زن در قبال یک مرد می فرماید که ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. فلسفه آن این هست که اگر یکی از اینا فراموش میکنه قضیه را، اون زن دیگری که با او همراه هست در شهادت یا در حضور فیزیکی در اون صحنه که استشهاد هست، یعنی شهادت برداری و گواهی برداری هست یا تحمل شهادت هست، در حقیقت در کنار او بیاد بیاره برای او و اینها به هم دیگر کمک بکنن در ادای شهادت. اولا در این راستا مفسران به یک نکته
اشاره کردن یا پرداختن. و آن این هست که در قضیه شهادت همیشه نگاه قاضی و نگاه محکمه ابدا به قضیه جنسیت نیست، که این کسی که شهادت را ادا میکنه مرد است یا زن. قضیه ارتباط به جنسیت نمیگیره، قضیه مربوط میشود به اثبات، یعنی بحث اثبات هست در محکمه. ادعای باید اثبات بشه، ادعای باید رد بشه، جرم اثبات میشه و مظلومیت دفع میشه. این حال یک مسئله، صرفا یک مسئله تکنیکی هست که جهت یا جهاتی که کمک میکنند به استثبات یا اثبات قضیه و مستندسازی این قضیه، اینها از توان و قوت و ظرفیت لازم این ادله برخوردار باشه. این نکته اول. نکته دومی که مفسران و فقیهان او اشاره کردن و عبارت از این هست که زن معمولا در قضایایی که حضور اجتماعی می طلبد و در قضایای جنایی، در قضایایی که مثلا درگیری هایی که و خشونت هایی که در جامعه اتفاق می افته، زن غالبا یعنی روحن و عاطفتن آمادگی حضور فشرده را نداره مگر با همراهی زنی و یا زنان دیگر. نه، قاعدتا به تنهایی در همچه صحنه‌ای حضور پیدا نمیکنه و عموما زن از صحنه‌های اجتماعی که در او مسائل مالی هست یا مسائل جنایی هست یا مسائل جزایی هست، این صحنه‌ها حضور کمرنگ تری داره و جز دغدغه های زنان نیست. این قضیه دوم است که مفصلان مطرح کردن. و قضیه سومی که مفسران مطرح کردن این هست که زن از قوت عاطفی فراوانی برخورداره، ولیکن در جناح مقابل از قدرت تأملی فکری کمتری ممکنه و از قدرت تمرکز کمتری در بعضی از قضایای اجتماعی ای برخوردار باشه. بنابراین این قضایایی است که مفسران به او پرداختند. با توجه به این دیدگاه های مفسران، ما حالا باید از علم سوال بکنیم که نگاه علم جدید به قضیه چیست؟ آیا علم جدید در این رابطه اکتشافی و کدام بحث جدیدی در این عرصه مطرح شده، در عرصه علوم جدید و یا خیر؟ آیا واقعا بر اساس یافته های علمی جدید نگاه اسلام به زن یک نگاه انتقاسی، یک نگاه انحطاطی یا یک نگاه دوگانه تبعیض آلود است، یا اینکه نه بس از یک جای دیگر مایه میگیره و ریشه میگیره؟ میریم به طرف مباحث و پژوهش های علمی که در این عرصه انجام شده. یک تحقیق علمی نشر شده در یک مجله معروفی به نام The North American Monopoly Society. در این انجمن آمریکایی که در حقیقت وبسایت هم داره و مجله هم داره، تحقیقی منتشر شده که بر اساس این تحقیق گفته میشه و یافتهای تحقیق نشان میده که حافظه زن همیشه میتونه مستقر نباشه و در حالت نوسان قرار داره و تفاوت وجود داره اساسا میان قدرت فراگیری و قدرت یادگیری و حافظه زن به طور کلی با حافظه و ذاکره مرد.
در تحقیق دیگری که در مجله جنریک منتشر شده، ای اثبات شده از نظر محققان که زن حقایق و رخدادهای را که میبینه و اتفاقات را که مشاهده میکنه به یک شیوه کاملا متفاوتی ممکنه اینا را بیاد بیاره نسبت به مرد. این تحقیق یه حقیقت را بیان کرده که ذاکره یا حافظه عاطفی زن بزرگتر است از حافظه و ذاکره عاطفی مرد. یعنی در اثنای بیاد آوری حوادث به جای این که به اصل حقیقت ماجرا متمرکز بشه، زن به ابعاد عاطفی ماجرا بیشتر متمرکز میشه. و بنابراین وقتی که میخوای شهادت را که از یک محضر این شهادت را برداشت کرده این را ارائه بکنه، بیشتر نگاه از این به طرف ابعاد عاطفی قضیه هست تا حجم واقعی آن ماجرایی که اتفاق افتاده و جزئیات فیزیکی که در اون ماجرا اتفاق افتاده. بنابراین این تحقیقات علمی به طور روشن بیانگر این حقیقت هستند که شهادت و گواهی زن در هر مسئله و هر موضوعی تابع بود عاطفی او در بابر اون قضیه یا اون مسئله می باشه. این حقیقت اولی که مباحث و تحقیقات علمی این را اثبات کردن، و حقیقت دومی که در این تحقیقات علمی بازتاب پیدا کرده این هست که بعد از سن یائسگی، یعنی بعد از اینکه چرخه عادت ماهیانه در زن متوقف میشه بعد از سن 40 و 45 و 50، حافظه زن دچار اختلال میشه و دچار تشوش و ناهمگونی میشه، و بنابراین ممکنه به تنهایی نتونه در قضایای اجتماعی حافظه از او یاری بکنه که از همه ابعاد اونها رو در حقیقت فرا بگیره، و اگر زن دیگری همراه از او باشه یقینا که حقیقت بیشتر میتونه بازتاب پیدا بکنه تا او به تنهایی باشه. در پوهنتون پنسیلوانیا در ایالات متحده امریکا یک تحقیق جامعتر انجام شده پیرامون 949 مرد و زن. 949 مرد و زن دماغ یا مغز اینها مورد بررسی قرار گرفته است، و این تحقیق نشان میده که زن در تفکر متعدد که جناح یک قضیه که مأموریت های متعدد داشته باشه، ای به تنهایی از نصف دماغ خود نمیتونه استفاده بکنه، بلکه هر دو بخش دماغ یا مغز باید با هم دیگر تعامل بکنن و همکاری بکنن تا این قضایا را بتونه فرا بگیره و یا اینها را با حافظه خود بیاره. و قضایایی که تمرکز روی یک قضیه دارن، یعنی مباحث یا مسائلی که ایجاب میکنه که روی همون قضیه خاص متمرکز باشه، مرد نسبت به زن در اون قضیه برتری داره. چرا؟ یک بخش خاص از دماغ خود یا مغز خود را میتونه روی اون قضیه متمرکز بکنه بدون از اینکه از بخش دیگه استفاده بکنه. دانشمندان در پوهنزه طب یا دانشکده طب پوهنتون پنسیلوانیا اینها از نتایج این پژوهش تکان خوردن، چون توقع نداشتن که این تفاوت را ببینن. دکتر رابین گار در این رابطه میگه که نتایج برای ما غافل گیر کننده و تکان دهنده بوده زمانی که ما اختلافات مدهشر، اختلافات عمیقی بین مغز مرد و مغز زن ما مشاهده کردیم. ما تصور میکردیم که هیچ اختلافی در این ارتباط و تفاوتی وجود ندارد.
و چیزی که مهم اینه که زنان در قضایای اجتماعی که ابعاد مختلفی داره، اینها توانایی های بالاتری دارند که او قضایا رو به صورت کلی به یاد بیارند، در حالی که مردان قدرت فوق العاده دارند بر قضایای متمرکز و بر قضایایی که توان رهبری و قیادت و فرماندهی لازم دارد. یعنی قضیه ای که نیاز به داشته باشه که این فرماندهی بشه، مدیریت بشه و رهبری بشه و تحکم بر او باشه و تمرکز ذهنی فوق العاده را به طلبه، در این راستا فقط مردانند که امتیاز دارند و در این رابطه برتری و توانایی بیشتری دارند، در حالی که زنان در قضایایی که اطراف متعدد داره و جهات متعدد داره و صورت کلی فراگیری ذهن از اونا عالی تره و بالاتره. بنابراین این قضیه است که علم آمده اینجا جلو و داوری میکن، و وقتی داوری علم ما در اینجا در نظر میگیریم و این داوری متمرکز بر اینه که زن در اثنا یاد آوری بر عاطفه خود بیشتر متمرکزه و از جهت زن در ایام عادت ماهیانه و بعد از ختم عادت ماهیانه که سن نزو بالا میره دوچار تشوش در حافظه میشه، و باز این مسئله که زن از هر دو نصف دماغ خود باید به صورت تعاملی کار بگیره تا در یک قضیه بتونه تمرکز نسبی پیدا بکنه. بنابراین اگر این حقایق را در نظر بگیریم، در واقع به اینجا میرسیم که الله متعال وقتی شهادت یک زن را در بعضی از قضایا و نه در کل قضایا کافی ندانسته و شهادت زن دیگری به همراه ازی مکمل شهادت تلقی کرده، در حقیقت به زن اکرام کرده، او را یاری کرده با یک زن دیگری مانند او تا او بتونه وظیفه خود را به درستی انجام بده. و اما برای اینکه مردان از این قضیه سوء استفاده نکنند، در حالات خاص دیگر شهادت یک زن را اسلام کافی دانسته، مثل شهادت زوجه یا زن علیه شوهر خود در محکمه، و حالتهایی که متعلق به عفت زن و شرف زن، مباحث ولادت، مباحث رضا، مباحث طلاق، مباحث احوال شخصیه و مباحثی که مرتبط میشه به امور زنان، در کل این مسائل شهادت زن کافی دانسته شده و شهادت مرد نیازی نیست، حتی شهادت زنان به تنهایی کافی است. بنابراین با توجه به این حقایق است که ما به این نتیجه میرسیم که اسلام نگاه دونی و نگاه انحطاطی نسبت به جنسیت از حیث مرد بودن و یا زن بودن ابدا و ابدا نداره، از شأن و جایگاه زن فرو نکاسته است اسلام عزیز، و اساسا نگاه اسلام به این قضیه یک نگاه علمی است و یک نگاه تکنیکی است. در این سلایدی که پیش رو هست و شما عزیزانم انشاءالله مشاهده خواهید کرد و دوستان برای شما به نمایش خواهند گذاشت، ما در اینجا میبینیم در عکس و تصویری که گرفته شده این وصلات یا رابط های مغز مرد از پشت سر کشیده شده به پیش رو، از پشت سر این رابط ها یا سلسله اعصاب یادگیری اینها به صورت مستقیم از پشت مغز به جلو کشیده شد و هر جناح به تنهایی یک حافظه مستقل شمرده میشه و حالت طولی داره، در حالی که تصویری که در پایین ما مشاهده میکنیم رابط ها و یا کنکت هایی که در مغز زن پیچیده تره و میبینیم به صورت تشابکی از هر دو جناح با هم وصل شد و یک مساحت بیشتری در بر گرفته از مساحت مغز مرد.
جناح راست مغز و جناح چپ مغز. تصویر یک تصویر واقعی است عزیزان، تصویری است که محققین به دست دادن. یعنی نوع یادگیری مرد با نوع یادگیری زن اساسا یک تفاوت ملحوظ و قابل مشاهده داره، در تصویر مشاهده میشه به صورت عینی. در تصویر بعدی که داریم در اینجا و شما دوستانم انشاءالله خواهید دید، میبینید که ماده سفید رنگی در مغز قابل مشاهده، به این میگن وایت میتر، و یک ماده دیگه که رنگ ارغوانی داره قابل مشاهده، به این میگن گرای میتر. به اینها هم تصویری که در بالا مشاهده میکنین، در جناح چپ تصویر مغز زنه و در جناح راست تخصیر به اصطلاح در اونجا نشته وومن و در اینجا مین، یعنی این از مرده و یک جناح از زنه. در این تصویر به صورت روشن مشاهده میشه که ماده سپید رنگ و ماده ارغوانی به صورت کاملا مختلف و متفاوت توزیع شدن در میان مغز مرد و در میان مغز زن، یعنی وظایف مختلف انجام میدن و اینها متکامل هم دیگرن، یعنی هم دیگر کامل میکن. این نیست که مغز زن ناقص باشه، بلکه وظایف ای تفاوت داره با وظایف چی؟ با وظایف مرد. ببینید در تصویر بروشنی قابل مشاهده است. چگونه ما انتظار داریم که حقیقت ماجرا از نظر مادی و فیزیکی این تفاوت رو ما در لابراتوار میبینیم مشاهده میکنیم به این رقم باشه و باز بخواییم که در برایند از این و در خروجی آنچه که از مغز اتفاق میفته و از وجود انسان اتفاق میفته مرد و زن کاملا با هم تساوی داشته باشن و همه چیز از اینا با هم برابر باشه. خب منطق، منطق علم، منطق واقعیت، منطق عینیت، منطق لابراتوار، منطق علوم تجربی، منطق مشاهده این داوری را رد میکنه، کاملا رد میکنه. باز ما بیایم اصرار بکنیم که باید یکی باشه، باید یکی باشه، باید یکی باشه، بر اساس چی؟ بر اساس کدام منطقی؟ تصویر بعدی رو با هم دیگر میبینیم که کلن همون چیزی که در پانتون پنسیلوانیا به اثبات رسیده، میبینیم که وقتی زن تفکر میکنه از دو جناح مغز ازی درگیره و اینا رابطه، میبینیم رابطه با رنگ قرمز نشان داده شده و در تصویر جناح چپ رابطه های مغز مرد به صورت مستقیم میبینیم به صورت طولی به رنگ آبی قابل مشاهده است و ای به صورت روشن دیده میشه، ای تفاوت به صورت روشن مشخص. بنابراین خود این ثابت میکنه که مرد در قضایای متمرکزتر قدرت تمرکز بیشتری داره و موضوع شهادت هم که هست و گواهی هم که هست تمرکز میطلبه دیگه. وقتی کسی خواسته باشه یک ماجرا رو انتقال بده بو هم به یک صحنه مانند محکمه که صحنه بسیار حساسی هست، خب باید متمرکز باشه روی قضیه و هر چی که از قدرت تمرکزی بالاتر برخوردار باشه طبعا انتقال واقعیت در اونجا و انتقال پیام میتونه قویتر و صحیحتر و اصولیتر انجام بشه. بنابراین این بحثی که الله رب العالمین در اینجا مطرح کرده است یک بحث است کاملا علم پشت سر اینه، مشاهده پشت سر اینه و تجربه پشت سر اینه و این حقایق است که از طریق علم و خروجی های علم امروز بیرون آمده و این معجزه قرآن کریم است. دیگه کسانی که شبهه در این رابطه القا میکنند بیان این مباحث را ببینند و از نزدیک مشاهده بکنند. گزافه گویی و حرف و سخن بی‌آدرس و بدون اثبات و بدون اینکه استناد علمی داشته باشه کار سهلی، هزینه هم نداره، میتونه آدم هر چی بگه، لکن آنچه که گفته میشه باید بر یک اساس ثابت و یک تهداب استوار از دلیل و منطق، آن هم منطق علمی برخوردار باشه تا بتونه انعکاسی باشه از یک حقیقت و یک واقعیت. مراجعی که در این بحث از او استفاده شده هم در اینجا آدرس ها آمده،
رفرنس ها رو که هم زبان انگلیسی است البته و اینجا ترجمه ما به زبان عربی البته انتقال کرده از مراجع انگلیسی به خدمت شما دوستا ارائه کردم. در حقیقت به ذهن شما عزیزان همیشه باشه که اینکه شهادت مرد و شهادت زن در موارد تفاوت داره از باب این نیه که نگاه تبیزالودی است، از باب اینه که واقعیت و حقیقت ماجرا این هست، بین کمک است به مرد و کمک است به زن و اینها هر دو با هم دیگر مأموریت های دارن، وظایف دارن در کارگاه زندگی که این ده و کمک هم دیگر به کمال و تمام میرسانند. اللهم تعال چشم و دل و جان من و شما را به انوار حقیقت همیشه نورانی بدارد. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.